سناتورهای جمهوری خواه تام کاتن و مارکو روبیو پنجشنبه با استفاده از یک روش غیرمعمول کشیدند سنا را وادار به رأیگیری در مورد متمم های اصلاحی آنها در طرح بازنگری توافق نهایی با ایران کنند. مارکو روبیو و تام کاتن خواهان افزودن شرط لزوم شناسایی حق موجودیت اسرائیل از سوی تهران به طرح و هر دو مصرا خواستار رأیگیری روی متمم های پیشنهادی خود شدند. سناتور روبیو در سخنانی تند گفت کسی که حاضر به رای دادن نیست جایش در سنا نیست بگذارید رأی گیری کنیم. اگر نمیخواید رأی بدید نیایید به سنا بروید و مقاله بنویسید و در بحث میزگرد شرکت کنید وگر نه بیایید توی سحن سنا و سخنرانی کنید. اینجا میکروفون هست. توضیح بدهید که چرا علیه متممی که میگوید اسرائیل حق وجود دارد رای میدهید. سناتور دموکرات بن کاردن دیروز کوشید بار دیگر هدف اصلی طرح را توجیه کند. این طرح در مورد روش درستی است که کنگره یک توافق بالقوه را که آمریکا و کشورهای پنج به یک با ایران بر سر برنامه اتمی به آن رسیده اند بررسی کند. این کاری است که این طرح انجام می دهد. تام در تایید و حمایت از سناتور روبی گفت بارها و بارها گفته شده باید در مورد ارزش و اعتبار این توافق رای گیری شود رئیس جمهوری ما را در مسیر خطرناکی هدایت می کند و اگر حرفهای خودش را مرو کنیم گفته ایران باید به همه تعهداتش تحت قوانین بین المللی عمل کند من و سناتور فلوریدا و بسیاری دیگر با پیشنهاد متمم های متعدد خواهان رأیگیری شدیم و مکرر از آن جلوگیری شد. اشکالی ندارد. اگر می ایران تأسیسات نظامی زیرزمینی با چرخه های سوخت را حفظ کند و اگر می ایران مجبور نباشد ابعاد اتمی نظامی گذشته اش را آشکار نکند، اشکالی ندارد. ولی حتی اگر فکر می کند این توافق حساسی است که باید از اصلاح آن خودداری شود، باید رأیگیری شود. تنها راه پرهیز از رایگیری روی متمم روبیو کاتون برای آقای میچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری سنا آن است که پایان بحث در مورد طرح را اعلام کند که جلوی افسودن متمم های اصلاحی را می گیرد. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.